بالاخره دیدیمش. بالاخره سونی بهمون نشون داد نسل جدید کنسولش چه شکلیه. آخر ویدیو هم یه خبر باحال دارم. ببینینش. این شما و این هم پلی‌استیشن 5. با ظاهر نمیدونم با شکوه، عجیب و غریب، خفن یا مسخره. به نظرم شبیه به ورودی یه فرودگاه بین‌المللیه. هر چی اسمشو میذاری، باهاش حل میکنی یا نه، حقیقتش اهمیتی نداره PS5 چه شکلیه. با حاله که بدونی طراحی کنسول بعدی چه شکلیه، اما راستش فقط یه باکسه. همچنین، اینو به خاطر ظاهرش که نمیخرین. اگرم میخرین، دلیلتون کمی عجیبه. سونی تو نمایش ظاهر PS5 به ما اطلاعاتی در کنار خود کنسول داد. ظاهر لوازم جانبی هم بهمون نشون داد که شامل دو تا دسته وایرلس، استند شارژ دوگانه دسته‌ها، دوربین HD، یک هدست با نام Pulse 3D و ریموت پخش ویدیو و فایل‌های صوتی. همچنین یه چیزی که خیلی سورپرایزمون کرد اینه دو نسخه از این کنسول قراره عرضه بشه. یکی با دیسک سخت افزاری، یکی هم نسخه دیجیتال که برای اجرای بازی‌ها فقط میتونید بازی‌ها رو دانلود کنید. به نظر میاد که نسخه دیجیتال باید ارزون‌تر باشه، اما هنوز هیچ اطلاعات قیمتی رو معرفی نکردن. و علاوه در این کنسول انتظار میره بشه هاردتون رو راحت در اونجا به جا بکنید، اما خبری نیست و باید ببینیم چه خبره. عناوینی مثل دسلوب و گوستوایر توکیو. اما چیزی که برام جالب بود این بود که خیلی از این عناوین اختصاصی کنسولن، مثل دوتا عنوانی که گفتم و پروژکت افیا. بازی مثل کنا، بریج آف اسپریت، لیتل دیول انساید، استری و جت د فار شور. اولی نگاهی که به بازی معروف کمپانی کپکام رزیدنت ایول ویلیج داشتیم، یا همون رزیدنت ایول 8، به همراه بازی جدید پراگماتا. همچنین یه تریلر باحال دیدیم از اسپایدرمن که به نظرم آخرای امسال عرضه میشه، به علاوه یه بازی هورایزن فوربیدن وست که به نظرم اینم خیلی طول میکشه تا عرضشه. سونی یه دمو خوبم از نسخه جدید رچت اند کلانک نشون داد، با گیمپلی سریع و محیط‌های متنوعش. یه مثال خیلی خوب برای عملکرد تکنولوژی SSD فوق سریع سونی بود که اخیراً در موردش زیاد صحبت کردن. تریلر طولانی هم از دیمن سوز دیدیم که این عنوان هم به صورت اختصاصی برای کنسول عرضه میشه. اما برای عاشقان رانندگی هم که فکر کنم چند وقتی حس میکنم مورد توجه قرار نگرفتن، گراند توریزمو 7 هم به صورت رسمی برای PS5 عرضه خواهد شد. یه عالمه تریلر بازی نشون دادن که جا نداره تو این ویدیو نشونتون بدم، اما نمیدونم لینک اینجاست یا اینجا، روش کلیک بکنید و کلیه تریلرها رو به صورت خلاصه توی یه ویدیو براتون قرار دادم، حتما بهش سر بزنید. راستش دیدن این قضیه برام شیرینه که میبینم چطوری سونی و مایکروسافت دارن ذره ذره اطلاعاتی در مورد کنسول بعدیشون میدن. مایکروسافت تمرکزش رو روی لیست سنگینی از امکانات گذاشته، مثل اسمارت دلیوری که توضیحش اینطوریه: شما یه بازی رو خریداری میکنین، بعد همون بازی با همون نسخه توی کنسول‌های بعدی به صورت رایگان بهتون داده میشه. در حالی که سونی بیشتر روی معماری سخت افزاری کنسولش تمرکز داره و مشخصاً عناوین اختصاصی بازی‌هاش. کلی اخبار مهم هست که من فکر میکنم تا آخره یه تابستون اوایل پاییز طول بکشه منتشر بشه. جالبه که مراسم سونی خیلی شبیه به نمایشگاه E3 بود. حالا همه چشم انتظار اینیم که ببینیم سونی چه قیمتی رو واسه PS5 در نظر میگیره. مطمئن باشید که همه اخبارش رو پوشش میدم، پس حتما دوباره به پیجم سر بزنید. اگر یادتون باشه اول ویدیو گفتم پایان ویدیو یه خبری داریم، اما اون خبر خوب مربوط به GTA V که به صورت رایگان هم بهبود پیدا کرده هم گسترش پیدا کرده برای خریداران کنسول PS5 عرضه خواهد شد. نام اهورنیازی رو فراموش نکنید و در نهایت به من بگید نظرتون راجع به PS5 چیه، با طراحیش حال میکنین یا نه. من اصلا اینجور چیزا برام مهم نیست، من عاشق تکنولوژیم. اصلا خودتون که در جریانین، اینجا تکنولوژی میجویم. خیلی دوستتون داریم. ارادتمند، خدا نگهدار.